سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از برنامه‌های نیمه خاموش خوش آمدید. 14 سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، زنان افغان هنوز هم قربانیان اصلی خشونت‌های خانوادگی‌اند. یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از زنانی که در برابر خشونت قرار می‌گیرند، حمایت از تأسیس خانه‌های امن است. در کنار که تأسیس خانه‌های امن موافقانش داره، در کنارش هم مخالفانش نیز داره. اما سوال اساسی اینجاست، زنانی که در خانه های امن به سر میبرند، آیا از امنیت و امن برخوردار هستند یا خیر؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم در برنامه نیمه خاموش امشب و مهمانان من در استودیو برای بحث بیشتر در این مورد آقای مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، آقای عین الدین بهادری، عضو هیئت رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان، خانم پریزا رحمانی، مشاور حقوقی انجمن افغانستان و آسیای میانه، و همچنان خانم نادیه فیضی که وعده کردن در برنامه با ما خواهند بود اما تا کنون به برنامه نپیوستند، که از وزارت امور زنان هستند. اما پیش از اینکه بپردازیم به موضوع امشب برنامه، یک بسته معلوماتی رو تماشا کنید، دوباره برمیگردیم. 14 سال پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، زنان افغان هنوز هم از قربانیان اصلی خشونت‌های خانوادگی‌اند. یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از زنان در برابر این خشونت‌ها، حمایت از تأسیس خانه‌های امن بوده است. اکنون بیش از 30 خانه امن در مرکز و شماری از ولایت‌ها وجود دارد. پرسش اینجاست که خانه‌های امن برای چه کسانی ساخته شده است؟ نخستین خانه های امن زنان در سال 2003 میلادی در کابل و شماری از ولایت ها ایجاد شد. خانه امن برای زنانی است که از اثر خشونت و ازدواج های اجباری فرار می کنند و در این خانه ها پناه می برند. گفته می شود بیشتر محافظه کاران نظر مخالف با ساخت خانه های امن دارند و به این باورند که موضوع اخلاق در آنها به گونه کامل مراعات نمی شود. آنان هیچ گونه باورمندی به خانه های امن ندارند، زیرا به گفته آنها شایعات وجود دارد کسانی که در خانه های امن هستند امنیت روانی ندارند و با تلاش های زیادی مواجهند. در مجموع بیش از 30 خانه امن در مرکز و شماری از ولایت ها وجود دارد، اما به گفته مقامات وزارت امور زنان و جز از ولایت های لوگر، پنجشیر، کندهار، هلمند، اروزگان، کابل دو خانه امن، هرات دو خانه امن، بلخ دو خانه امن و ولایت های دیگر یک یا دو نهاد به نام خانه امن دارند. این در حال است که وجود خانه های امن در افغانستان با دو طرز دید مواجه می باشد. نخست، کسانی که از موجودیت خانه های امن برای دسترسی زنان بعد دادرسی و اعاده حقوقشان حمایت می کنند، و دوم، کسانی که وجود خانه های امن را انتقاد کرده و برخی این مکان ها را آلوده به فساد و نوع قانونگریزی می دانند. در عین زمان انتقاد دیگر نیز نسبت به خانه های امن وجود دارد و آن این که از این خانه ها نظارت دقیق صورت نمی گیرد و پول های زیادی به نام خانه های امن هزینه می شود. اما پرسش اساسی اینجاست، زنانی که در خانه های امن به سر می برند، آیا در امن هستند یا خیر؟ بدمه این برنامه خوش آمدین. بسته معلوماتی را تماشا کردین و در این برنامه کوشش کردیم که یکی از مسئولین خانه های امن را هم با خود داشته باشیم، که متاسفانه موفق نشدیم که یکی از این مسئولین در این برنامه نیمه خاموش که موضوعش خانه های امن است داشته باشیم. دوباره برمیگردیم و مهمانان در استودیو و سوالات. اجازه بدین که آقای بهادری، نخواستین سوال را با شما آغاز بکنیم. بیاین از دید قانونی هم به این موضوع بپردازیم. نهادهای حمایتی از زنان و به شمولش خانه های امن، از دید حقوقی و دید قانونیش یا مشکل داره یا خیر؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان و مهمان ناظر در پست. خب ماهیتی خانه های هم در افغانستان پس از استقرار دولت جدید و ساختار حقوقی جدیدی که ما بر مبنای قانون اساسی جدید داریم، بیشتر همراه با رویکردهای جهانی است که در چارچوب حمایت از حقوق زنان صورت میگیرد. بله. نخستین حمایت حقوقی که از زنان صورت میگیرد در چارچوب کنوانسیون های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آهسته آهسته این نفوذ میکنه و قوانین داخلی که قانون اساسی افغانستان هم یکی از اون موارد است. اما در یک سطح کلانتر و ویژه‌تر، برای حمایت از حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در کل، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد مساعدت‌های حقوقی است، و همچنان ما
رهنمودهای جهانی داریم که توسط سازمان ملل متحد در پیوند به مساعدت حقوق برای حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شده. با توجه به این روی کرده و به این ارزش هایی که قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش قرار دادن، قوانین اساسی که پس از کنوانسیون های بین المللی که آخرین کنوانسیون بین المللی که اعلامیه جهانی حقوق بشر آفریقایی و آمریکایی هست، که به هر اندازه که ما به تاریخ نزدیک تر میشیم به ما اندازه حقوق بیشتر مورد شناسایی قرار میگیره و دولت ها هم پس از قوانین اساسی خود را تصویب میکنند حقوق بیشتر را مورد شناسایی قرار میدن. با توجه به همین ساختار وقت جامعه جهانی قانون اساسی افغانستان به تصویب رسید، ما تعدادی از حقوقی را که در گذشته ما نداشتیم به عنوان حق شهروندی مورد شناسایی قرار نگرفته بود، ما در قالب قانون اساسی جدید خود به اکثری از حقوق جدید دست پیدا کردیم که حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت هست، حق عدم خشونت هست که خشونت وجود نداشته باشه، حمایت خانم ها به عنوان قشر ویژه و قشر آسیب پذیر. بنابراین با توجه به همه این رویکردها و ساختارهایی که در سطح کلان بین المللی و در سطح ملی که ما قانون اساسی افغانستان داریم، قانون وکلای مدافع افغانستان داریم، مقرره مساعدت های حقوقی داریم، استراتژی انکشاف ملی داریم که بسیار حمایت جدی از خانم ها میکنه، و در سطوح مدیریتی و در سطح مدیرانی که مربوط به ادارات دولتی میشه که وزارت امور زنان داریم، بعد ما میریم پالیسی ها داریم، استراتژی ها داریم، و آخرین موردی که در مورد حمایت حقوق زنان صورت گرفته، مقرره منع آزار و اذیت جنسی هست که صورت آخرین کاری که در این چارچوب صورت گرفته. اما برمیگردیم در خانه های امن، که خانه های امن زیر کدام مجموعه هستند؟ بدون شک خانه های امن برای این که دولت افغانستان بودجه در سال 2002 و در سال 2003 پس از حضور جامعه جهانی نداشت، تعداد زیادی از نهادها توسط نهادهای جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گرفتند، که خانه های امن هم به خاطر امن نگه داشتن خانم ها یکی از اون موارد هست که تحت در بعضی از حالات ها تحت اثر انجوا کار کردن و در بسیاری از موارد تحت اثر وزارت امور. مشخصا جایگاه قانونی داره یا خیر عزیز شما؟ خب جایگاه قانونی به باور ما وجود خانه های امن و یا هر مکان دیگری برای اینکه خانم ها در مسئولیت کامل وجود داشته باشند هیچ مانعی وجود نداره. اما بحث اساسی و سوال اساسی رو که شما ارائه کردین که آیا خانه های امن واقعا امن هستن یا خیر، یک سوال جدی است. ما فکر میکنیم که چند نکته ما باید برای امن نگه داشتن خانه های امن باید در نظر داشته باشیم. نکته اول و بسیار مهم این است که مدیریت خانه های امن چگونه صورت میگیرد. آیا کسانی که در رأس خانه های امن هستند با توجه به اصول و ارزش هایی که مردم افغانستان و ما از نظر شرعی به او باور هستیم با توجه به او هستند یا خیر؟ این بسیار مهم است. دوم این که آیا خانه های امن با یک دید استراتژیکی و بازسازی کننده برای خانم ها هستن یا خیر؟ این به این معناست که ما خانم و وقتی خانمی که مثلا مورد خشونت قرار میگیره یا مورد خشونت های فامیلی هست یا ناشی از ازدواج هست، آیا ما یک دید استراتژیکی داریم که خانم دوباره بازگردانیم صحت و سالم به جامعه، یا اینکه تنها میاریم برای یک دو سال نگهداری میکنیم، برای یک دو ماه نگهداری میکنیم؟ پلان A، پلان B و C ما چی است؟ ما فکر میکنیم مهمترین بخش و مهمترین در واقع نقصی که خانه هایم در افغانستان داشتن همین بود که برای بازگشتاندن و برای بازگشتاندن یک خانم که به دراز مدت باید به زندگی مسالمت آمیز خود دوباره بازگشتانده شوه، یک چنین پلان نداشتن و نقطه ضعف خانه هایم در کل افغانستان و در تمام ولایت همین بوده. و از دید استراتژیکی اینها برنامه های دراز مدت برای ادغام خانم هایی که مورد خشونت قرار گرفتن و احتمال بازگشت اینها به فامیلاشو بسیار غیر ممکن هست، یک چنین پلان های وجود نداشته، بیشترین نقص. اما از در اگر یک نتیجه گیری کنیم که آیا خانه های امن قانونی هستن یا خیر، گفته میتونیم که خانه های امن برای حمایت از یک قشر آسیب پذیر هستن که خانم ها هستن، کاملا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و ساختارهای بین المللی کنوانسیون بین المللی از لحاظ قانونی هیچ مشکلی نداره وجود خانه های امن. بله سپاسگزارم. دوباره با شما برمیگردم آقای بهادری. ارزه بتونید که آقای حقانی با شما هم سوال آغاز بکنیم، اونچه که آقای بهادری به صراحت اشاره کردن که از لحاظ قانونی مشکلی نداره خانه های امن. ببینیم از دید شرعی هم به خانه های امن ببینیم که شریعت اسلام در این مورد چی گفته. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام به مهمانان برنامه و همه بینندگان تلویزیون آریانا نیوز. حق هر شهروند افغان در این کشور باید حفظ باشه و هر انسانی که در هر کشوری زندگی میکند او حقوقی از ایرا داره که او باید سالم باشد. از دیدگاه دینی مبین اسلام الله متعال میفرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که یک انسان را نجات داد مثل که تمام بشریت را نجات داده باشد. یکی از دیدگاه شریعت است که خانه امن برای خانم امن هست یا نیست. او جایی که واقعا برای از او امن جور می شد، فضای امن جور می شد که خانه پدر و مادر هست. از پدر و مادر کردنی حکومت دلسوز هست، نی خانه امن دلسوز است، نی وزارت امور زنان دلسوز است. وقتی که برای یک زن خانه پدر و مادر که از او پدر و مادر تولد شده امن نشد، چی تو میشد که یک خانه جور شده باشد از طرف غربیا او جا خانه امن برای از خانم ساخته شد؟ مشخصش آقای حقانی برمیگرده به همون مشکلات و خشونت هایی که در بسیاری از ولایت ها وجود دارن و خانم ها مورد خشونت قرار میگیرن و جایی هم برای رفتن ندارن. فکر نمیکنین که نیاز است که به خانه های امن برند تا مشکلاتشان حل شوند؟ ما بر میگردم به صحبت شما. ای که ساختار خانه امن است که امن باید چه قسم به خانم داده شود؟ آلی در مجموع در 34 ولایت افغانستان اگر ما شما فکر بکنیم بسیار فیصدی کم است که زنها در اوجه به امن شده. 80 بلکه 90 درصد اگر ما بگویم مبالغه نخواهد شد که زنها پس متضرر شده از اوجه. امن در چی را میگه؟ کان آمنن، خداوند متعال می فرماید، حضرت اسماعیل علیه السلام دعا می کند امن در آنجا که از هر نگاه او در حفظ باشد. در طول 14 سال در خانه امن با کدام زن، با کدام زنی که متضرر شده در خانه خود و اوجه فرار کرده رفته در اوجه فنا برده، به خاطر یکی که جان در حفظ باشد، مالش در حفظ باشد، حق و حقوق تمامی از او در حفظ باشد، برای از او کدام زمینه تعلیم مساعد شده که در اوجه برش تعلیم داده باشد؟ در 34 گزارش های وجود داشته که در خانه های امن زمانی که زنان اونجا برده میشن از تمام امکانات برخوردار هستن، از خیاطی، آشپزی، دستوزی و هر یعنی یک زن حقوق شمی است که او خیاطی یاد بگیره، او آشپزی یاد بگیره، او در خانه پدر و مادر یاد نگرفته، او خود جوان است که فرار کرده، طفل خو نیست. اما به خاطر مشکلاتی که وجود داشته پناه برده به خانه امن، در خانه امن مشکلی از وارم از نظر گرفته شده. اصلا مشکلی از وارم از نظر گرفته نشده، مشکلی از وا دید دینی مبین اسلام و دید اعلانات افغانی هست. اگر از لحاظ شرعی بپردازیم آقای حقانی، زمانی که یک زن مورد خشونت قرار میگیره، از زنی که گلوش بریده میشه، از زنی که بینیش بریده میشه، از زنی که هفته ها در تکوی یک خانه زندانی میشه و مورد خشونت قرار میگیره و او پناه میبره به یک جای و شما میگیم که خانه امنم جای امن برای او زن نیست، پس به کجا پناه ببره عزیزشون؟ گفتم به می اساس ما صحبت دارم. بفرمایید. اینال حکومت افغانستان مسئول هست از رعیت خود. مسئولیت داره که او به رعیت خود امن بیارد. تنها این مسئولیت وزارت امور زنان یا وزارت دیگه وزارت خانه ها نیست. از رهبری دولت گرفته تا پایین ترین درجه همه ایشان در این مسئول هستند که به یک تبعه افغان که قبلا گفتم که خداوند هم برش حق و حقوق داده که زنده باشد، ای حیات داشته باشد، چرا او حیات داشته نباشد؟ چرا او از بین می رود؟ پس حکومت به خاطر چی شد؟ اول حکومت مسئول است که در خانه پدر و مادر برای یک زن افغان مسئولیت پیدا کنه. وقتی که او در خانه پدر و مادر مسئول نیست که پدر و مادر بهترین دلسوز به یک طفل است، به یک دختر است، در اوج مسئول نیست، در یه چه قسم مسئول شد؟ پس این یک چال است، یک سازش است برای بدنام کردن دخترای افغان ها، برای از بین بردن عنانات افغان ها، برای برهنه کردن زن های افغان ها. یک چالش است که مشخصا برمیگرده و شما به اون تاکید میکنین که حکومت باید امنیت را بیاره، اما فکر نمیکنین که این بیشتر یک بحث آرمانی باشه؟ در بسیاری از کشورهای پیشرفته ما شاهدش هستیم، حتی در امریکا، فرانسه و در بسیاری از کشورهایی که خانه های امن وجود داره و مشکلات همواره وجود داره، فکر نمیکنین که مشکل باشه، یک بحث آرمانی باشه که حکومت بتونه بر 30 میلیون نفر که زندگی میکنه بر هر کدام از اینا امنیت بیاره، اما خشونت در جاهای صورت میگیره که
امکان دسترسی حتی بیشتر زنان به حقوقشان در اونجا نیست. فکر نمی‌کنین که خانه‌های امن هم تا جای موجودیتش باعث میشه که خشونت‌ها کمتر شوه و اینا بتونن اکثر پناه داشته باشن و از حقشان دفاع بکنن؟ ما شما در 14 سال شاهد ازی هستیم. وزارت امور زنان به خاطر حقوق زنان، به خاطر امن زنان، بدون کارهای پروژه‌ای یک کار بنیادی را مشخصا خانم نادیه فیضی از وزارت زنان بودن که یک کار بنیادی و اساسی را به خاطر ما مخالف حقوق زن نیستیم. الله متعال که کدام حق و حقوق را بر زن داده به هیچ کس دیگر نداده، عزت را برش داده. ببینید زنده به گور میشد، دین مبین اسلام او را حیات داد، او را حق میراث داد، او را حق مهر داد، او را حق پوشیدن طلا داد، او را حق زیورات داد که بپوشه، او را حق استعمال ابریشم داد. در بسیاری از جاها همین حق از زنان گرفته شده. آقای حقانی، این حقی را که گرفته است این مسئولیت دولت هست که چرا وجه برنامه نمی سازن، چرا وجه فلان ندارن. یعنی مشخصا فکر میکنین که حکومت برنامه مشخص نداشته برای جلوگیری از خشونت؟ کدام وزارت خانه ای که به این نام حق، به این نام پند میگیرن، به این نام بودجه میگیرن؟ آنها به این منتصرن. یک بحثی است که از نهادهای غیر دولتی حمایت و کمک میشه و مشخصا وزارت زنان بحث نظارتی و نظارت میکنن از خانه های امن، اما یک نهاد غیر حکومتی است. آنچه که شما پس چطور میتونیم که غیر نهاد غیر حکومتی باشد بیا در داخل افغانستان بر یک دختر افغان امن اما بیاره. حکومت افغانستان حمایت میکنه، نهادهای دولتی نظارت میکنه از اون. نظارت کردن کدام نظارت کردن؟ مثل که قبلا وکیل صاحب سر شرکت بحث کرد، یکی در داخل چوکاتی که در داخل خانه امن چی میگذره او پنهان است. یک بحث است که مربوط به وزارت امور زنان میشه که اگر ما فعلا بگیم که دین مبین اسلام ایره حمایت میکنه، بلکه ما کورکورانه رفتن نمیتونیم. خب ولی دین مبین اسلام با صراحت گفته که جانگیری کردن فرض است. زمانی که شما مورد خشونت قرار میگیرین، قتل صورت میگیره، از زمانی که شما ناخنتون کشیده میشه، از زمانی که شما بینیتون بریده میشه، بعد از جان فرد جامعه حق داره که خود مسئول کنه. ورا گفتم که آیت صریح است و من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، ولیکن در چوکاتش که چی رقم چوکات برای جور شده میشتانه و چه قسم در امن کرده میتونه به این قسم نه که یک تبعی خارجی میایه زن افغان در امن میکنه و جنگاه میکنه، دیگه در داخل حکومت خبر نیست که چی میگذره چی حالت است. یه خوب گفی است که ما پنهان کردن آشکار کردن نمیتونیم، اما کسی که در راس هستن و مسئولینش افغان ها هستن که از این خانه ها مسئولیتشون رو دوش دارن، هر کسی که باشه. ما خود نمیگیم ما خود نمیگیم که افغان فرشته هست، افغان درست است، بیخی پاک است، سطره است، هیچ گناهی نداره. افغان ها میکنن، ولی ما شما هر جرمی را که مرتکب میشیم در سر جاده یک دختری با عزت و با آبرو که میره مکتب به دانشگاه میرود که او هزار اذیت میشه، او کی هزار اذیت میکنه؟ افغان میکنه دیگه، کس میکنه؟ افغان میکنه. ببینید که تمام مسئولیت برنامه سازی به خاطر امنش، به خاطر امنیتش، به خاطر تعلیمش، به خاطر اقتصادش، به خاطر اکثریت دخترایی که از خانه امن پس به خانواده تسلیم شده، بعد از تسلیم شدن او به قتل رسیده. این یکی مجرم شد. بنان این وزارت امور زنان چی کرده در 14 سال بدون یزید؟ فکر میکنید که نظارت درست از کار کرده خانه های امن صورت نگرفته؟ نکرده. اینها چه برنامه ای را به خاطر امن خانه امن کرده؟ تا حال را ما و شما یکی دین مبین اسلام و مسلمان هستیم، دوی معنانات افغانی خود داریم. تا آدر وزارت امور زنان اما نظر به عرف و عنانات که شما صحبت میکنین آقای حقانی، فکر میکنین که مشکل از خانه های امن است و یا از مشکل از خانواده هستن که دوباره اگر اینها میخواستن که خانه های امن برای دخترایی که فرار میکند از قتل و از ظلم و وحشت خود نجات میتر، اینها اگر واقعا کار میکرد در طول 14 سال چرا یک هیئت رسمی دولت در چوکات دولت از علما، از محسن سفیدان که عنانات افغانی است، چرا اینها را استخدام نکردن، از او یک بازدید نکردن؟ چرا علما اقدام نکردن که باید همکاری داشته باشند؟ چرا طالب فنهان است؟ خانه امن هست؟ علما آقای حقانی اقدام نکردن که همکاری داشته باشند در این راستا؟ چرا علما همکاری داشتن؟ علما بسر خود برون؟ بسر خود خرفته نمیتونن؟ ما با وزارت امور زنان 50 پروژه گرفته ایم، با امرایشان کار کرده ایم در باره حقوق زن. امیالی برد نشان بودم 20-25 دانه تقدیرنامه دارم، اما امروزی که پروژه ختم شد دلار در جیب انداختن دیگه خلاص است. زمانی که شما از هیچ گپی دیگه نیست، بخاطر یک هیئت رسمی صحبت میکنین آقای حقانی، بسیار از خانه های امن حتی در تمام کشورها، در تمام دنیایی که وجود داره، هیچ کس اجازه نداره، بخاطر که خانه محرم هستن و حتی من که خبرنگار هستم ما اجازه نمیتونیم که تا ما مجوز نداشته باشیم داخل خانه فساد هست. اینجا فساد هست که در داخل اجازه داده حفاظت میکنه از زنایی که در اونجا هستن. از تحقیق کردن هیچ دین مبین اسلام در قضا
از تحقیق کردن مانعت نمیکنه، چطور مانعت میکنه؟ اینی جه فساد هست. سپاسگزارم از شما. دوباره به شما برمیگردم. نکته زوفی نمیاد که با کسی اجازه نمیده که جو بره تحقیق کنه که دو جه چی میگذره، چی حالت است. تبلیغ عیسویت میشه، تبلیغ یهودیت میشه، تبلیغ نصرانیت میشه، با کدام دین واسوق میشه؟ آیا با آنها چی ظلم صورت میگیره که از دان آنها؟ چرا خبرنگار شما خبرنگارای را به چیز نمیکنید، یک برنامه جور نمیکنید، از پیشان تحقیق نمیکنید در هر راستا؟ ببینید، اما اونا ببین. فکر باشین که ببین. کسایی نیستن که زیر سن باشن که هر کاری که قرار باشه انجام بدن اونا قبول بکنن. وقتی که سن قانونی رو پورا کردن و میتونن وقتی که سر علما اعتراض هست که علما چرا این کارو نکردن، شما ژورنالیستا که در هر باره تحقیق میکنین رسانه ها چرا دوی بار در یک خانه عمل نرفتن تحقیق نکردن که سر یک زنی که از خانه فرار کرده، خب پدرمان مادرمان خانرمان هوایش چرا وجه نرفته از زبان از او نشنیده که جسر ما چی ظلم هست؟ یه چرا نمیکنین؟ خب اینی جه فساد هست. آقای حقانی، ما اشمال کردم که کسای مخالف وزارت امور زنان حق نظارت دارن، ولی متاسفانه که امروز خانم نادیه فیضی از وزارت امور زنان تشریف نوردن که به این سوالات پاسخ بدن. سپاسگزارم. البته تو به شما برمیگردیم آقای حقانی. سپاسگزار. خانم رحمانی، مشکلات زیادی را آقای بهادری هم به او اشاره کردن و مشخصا هم آقای حقانی هم به او اشاره کردن و گفتن که این خانه ها امن نیستن. شما وکیل مدافع هستین، ببین بیشتر در مورد خانه های امن بگوین. آیا قضایی هم داشتین در مورد خانه های امن و مشکلاتی را بوده که شما با چشم خودتان دیده باشین و فکر میکنین که موثریت هم داشته خانه های امن برای زنان که مورد خشونت قرار میگیرن؟ اولا خب من وکیل مدافع نیستم، مشاور حقوقی هستم در انجمن افغانستان آسیای میانه، ولی در رابطه با بحث خانه های امن اگر بیاییم بگوییم، باز هم مقصر همو دولت هست و همو نهادهایی که در رأس مدافعین حقوق زن قرار دارن. به خاطر از اینکه وقت بحث خانه های امن صورت میگیره، همیشه رازهایی که در داخل خانه های امن بوده پنهان گذاشته شده، بررسی و نظارت خود دولت نداشته و نه تنها خود دولت نداشته، مثل که آقای مولانا صاحب گفتن رسانه ها نداشتن، مدافعین حقوق زن، ما یک منحیث مدافعین حقوق زن همیشه در کمیسیون حقوق بشر وزارت زنان این حق داشتن. ببینید، بحث کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان اینجا مطرح نیست. وزارت امور زنان کارکردهای خود در هر راستایی که در رابطه با زنان داشته باشد داره. حقوق بشر هم همین قسم در تمام کشورها، در تمامی ولایات، در تمام نه تنها در افغانستان، در همه کشورها میتونه کار کنه. ولی وقتی که کسی میره به خانه امن پناه میبره، یک زن در کشوری که یک عمر کشور سنتی بوده، مشکلات سنتی خود داره، هنوز ما شاهد گوش بریدن و بینی بریدن زنها هستیم، خشونت ها اوج گرفته میره، یک بار کسی نمیای مطرح کنه که دلیل اوج گرفتن اینمی خشونت ها چی است؟ جواب دی در بحث ها ما بارها اشتراک کردیم، در بحث ها گفتیم طرف کسایی بوده که از حقوق بشر بوده، نماینده حقوق بشر در بحث همراه ما بوده، وزارت امور زنان بودن، گفتیم که همین سوال مرا جواب بدین که کارکرد شما چی بوده، چرا اوج میگیره؟ اینا میان مثلا آمار میتن که روز به روز ما آمار ما اضافه به خاطر میشه که زنها راپوردهی را چی میکنن، گزارش میدن، زیادتر از حقوق خودآگاهی پیدا کردن و گزارش میدن. من منحیث یک زنی که فعال هستم، در تریبیونا همه روزه حاضر هستم، شرکت میکنم، مدافع حقوق زن هستم، من تا هنوز حق از حقوق بشر به دست نیاوردیم. صادقانه بیاییم بگیم اینجا وقتی در پشت تریبیون ژورنالیستا حاضر میشه آدم، راست و حقیقت سیاست افغانستان، طفلی که نو تولد میشم سیاست همه میفهمم، ولی کی میای سیاست واضح و آشکار میگه که پنهان میکنه؟ خانم رحمانی، مشخصا بس سر خانه های امن است، اگر به این بیاین سر خانه های امن، اگر زدارایستم خانه های امن نهی که چیز میکنن خشونت ها را کم میکنن، بلکه خشونت ها را اوج گرفته، به خاطر از اینکه در کشور سنتی که یک دخترش به مکتب رفتن تا هنوز اجازه نمیتن برای دختر که مکتب بره. در بسیاری ولایت ما دخترایی داریم در خانه نشستن. در اینجا چرا وزارت امور زنان، چرا حقوق بشر، چرا کسایی که در رأس نهادهای زنان کار میکنن، چرا نمیرن به خانواده ها آگاهی بدن به عوض از اینکه به خانه های امن دعوت کنن دخترها را؟ چرا نمیرن فامیلا را آگاهی بتن؟ چرا نمیرن مردها را پروژه بگیرن آگاهی بتن که به شما زنهایتان اینی حقوق داره، دخترهایتان اینی حقوق داره، نظر به قوانین خود افغانستان نه به قوانین غربی. اینی قوانین با در نظر داشت قوانین افغانستان برن اینه میاره
آگاهی بتن تا اینکه مردها حاضر شوند. در افغانستان همیشه صلاحیت‌دار مردها هستند. وقتی مرد اجازه نده که دخترش به مکتب بره، اونموس که خشونت بار میآید. خانمش اگر پشتیبانی هم کنه یا تفریق ایجاد میشه یا دختر لاتو کوب میکنن یا خانم امی خشونت ها از این میشه. مشخصا خانم رحمانی میشه اشاره بکنه که خانه های امن باید برای زنانی که مورد خشونت قرار میگیرن وجود داشته باشه در افغانستان یا نداشته باشه؟ در بعضی حالات وجودش هم خوب است، به شرط از اینکه وجود از این نظارت مستقیم تحت نظارت مستقیم دولت باشه، نهادهای عدلی و قضایی که در رأس هستن اونا بتانن ماهی یک بار حداقل، نمیشه سه ماه یک بار حداقل نظارت داشته باشن. علمای ما باید نظارت داشته باشن. ریاست دارن که به عنوان ریاست حمایتی از زنان هستن که میرن و نظارت میکنن از کارکردهای خانه. ما تنها وقتی بحث افغانستان صورت میگیرند ما تنها نمیتونیم به یک ریاست خلاصه بسازیم که یک ریاست میره چیز میکنه. اینجا بحث افغانستان است، به سطح وزارت بالاتر از وزارت. پس اینجا باید هیئت تشکیل شوه از چند نهاد، از شورای علما باید باشه، از وکلای پارلمان باشه، از نهادهای جامعه مدنی باید باشه، از وزارت امور زنان، از حقوق بشر، از فعالین جامعه مدنی، حتی از ژورنالیستان. اونجا برن وکلای مدافع. ما انجمن وکلای مدافع را داریم، ولی انجمن وکلای مدافع ما تا هنوز بیاد ندارم کدام وکیل حاضر شده باشه بگه که ما خانه های امن ندیدیم. حتی دروازه های خانه های امن معلوم نیست. در گزارش هایی که نشر میشن نقطه نقطه جای آدرس نقطه نقطه میشه. به خاطر از اینکه این خاطر حفاظت از زنایی کس که در اون زندگی میکنن باید همینطور باشه. خانم رحمانی، من حیث یک زن اگر خودم از خود دفاع کردن اتانم، هیچ کسی از من دفاع کردن نمیتونه. بیاین خودکفا بسازین زنها را، زنها را آگاهی بتین. خانم رحمانی، زمانی که شما از خودکفا بودن صحبت میکنین، زنی که در دورترین نقطه‌ای که امنیت نداره مورد خشونت قرار میگیره. حتی ما آمارش داریم که نشر شده این که در تکوی زندانی بودن، ناخناش بیرون کشیدن. شما زمانی که در شهر کابل زندگی میکنین دیگه نمیتونین مقایسه بکنین زندگی خودتون رو با یک زنی که در ولایت هست و هیچ آگاهی هم از حقوقش نداره و شما به صراحت هم میگین که باید خود ما به خودکفایی کار بکنیم. چطور زن میتونه که به خاطر خودکفایی خودش کار بکنه؟ من دختری هستم از کوههای پامیر، از پشت کوههای پامیر اومدم، اما امروز تانستیم حقوق ما بده. اینجا باز هم ضعف دولت است. ببینید که دولت چطور نتونسته که یک زن در تکوی زندگی میکنه، در تکوی زندانی میشه. ضعف دولت به او قدر است، نهادهایی که در راستای حقوق زن کار میکنن ضعفشان به او اندازه است که یک بحث برمیگرده به فضای خود خانوادگی شما. شاید شما یک فرصت ایجاد شده، ولی برای بسیاری کسایی هستن که در کوهستان فرصت ایجاد نشده، ولی همین زمینه برشان ایجاد نشده. خانم رحمانی، که اول تا ما خانواده ها را و خانه ها را آگاهی ندیم، کمپاین کوچه به کوچه و خانه به خانه را مثل واکسیناسیون براه نندازیم. اما فکر نمی کنین که یک زمانگیر است و به تدریجی باید برای این مسئله کار شود؟ ما 14 سال پشت سر گذاشتاندیم. نمیشه خانم در رحمانی، فکر می کنین زنها باید قربانی بتن؟ همواره قربانی بتن تا بله؟ چقدر باید امی 14 سال را ما قربانی دادیم. اگر امی قسم کمپاین خانه به خانه را ما ایجاد میکردیم، آگاهی به عوض از اینکه دعوت کنیم به خانه های امن، آگاهی میدادیم به خانواده ها، در 14 سال آلمان. اما فکر نمی کنین خیلی از آدمای روشن فکر هم هستن که بله، آگاهی هم دارن ولی خشونت صورت میگیره در خانواده؟ خشونت صورت میگیره. باز هم دلیلش عدم آگاهی، عدم توافق دو طرف است. به خاطر از اینکه در خانواده این آگاهی که صحبت میکنین، چگونه باید آگاهی باید باشه خانم؟ آگاهی مطابق قوانین اساسی ما باشه، مطابق شریعت اسلام ما باید باشد. کوتا با ما باشید. با ادامه برنامه نیمه خاموش خوش آمدین. آقای بهادری، با توجه به صحبت هایی که صورت گرفت و از حقوق زنان هم صحبت شد، خیلی موافق نیستن با خانه هم در افغانستان، اما از لحاظ حقوقی زمانی که یک زن مورد خشونت قرار میگیره، خشونت های خانوادگی قرار میگیره، فکر نمی کنین که بودن و موجودیت خانه های امن یک نیاز است در افغانستان برای زنانی که مشکلات سر راهشان قرار میگیرن؟ خب من فکر میکنم که بحث یک مقدار کلانتر است از این که ما بیم بگیم که خانه امن باشه یا نباشه. بله. انجمن چه کار کرد، فلان انجمن، فلان فرد چه کار کرد، یک بحث کلانتر است. بحث ما در یک تصویری کلانتر مطرح میشه و که اون مسائل ایدئولوژیک بیشتر مطرح میشه. بله. ما در داخل ساختاری که در حال حاضر داریم زندگی میکنیم، ما داریم به یک مرحله لیبرالیزم نوعی نداریم تجربه میکنیم که ارزش های جدید وارد جامعه ما شده، که ارزش های جدید بعضا در تقابل با ارزش هایی که در گذشته ما تار و پود ما را ساخته، سنت های ما را ساخته، و در بعضی از حالات ها
حتی قرائت های دینی ما و مذهبی ما زیر تاثیر اون رفته. از این نقطه نظر بحث تئوریکی تئوری لیبرالیسم هست که این لیبرالیسم حقوقی در بسیار از حالات و در برخی از کشورهای شبیه مثل افغانستان با معذرت بعضی تغییرات هم میاره. این تغییرات در بعضی از حالات ممکن است با انقلاب هم را باشد، اما در برخی از حالات به شکل بسیار در واقع صاف وارد جامعه میشه و در واقع اساسات تعداد زیادی از بخش‌های جامعه ما رو مورد سوال قرار میده. ممکن است از نظر اجتماعی تبعات منفی داشته باشه، ممکن است از نظر اجتماعی تبعات مثبت داشته باشه. و بحث کپیتالیسم که مسئله سرمایه‌داری هست، نقطه دیگری هست که به بحث خانه‌های امن و بحث حقوق خانم‌ها بیشتر مرتبط میشه. از این نقطه نظر در یک تصویر کلانتر مسئله جدی و مشکل اساسی ما این نیست که خانم‌ها خانه‌های امن داشته باشند یا نداشته باشند. به باور ما این است که ما وقتی در یک چنین سیستمی زندگی میکنیم و ایدئولوژی‌های جدید با توجه به رویکردهای جهانی گردش‌هایی که در کشورها تجربه شدن و نتیجه خوب دادن، ما داریم اون تجربات در واقع به عنوان ارزش خود تجربه میکنیم. فکر میکنین که همین ارزش ها را زیر سوال میبره؟ بخیر، این یک مقدار قربانی داره، قربانی میگیره، چون ما تحولاتی که در داخل جامعه ما در تقابلی که بین باورهای اجتماعی ایجاد میشه و این قربانی میگیره و بدون شک در هر کشور قربانی گرفته. از این نقطه نظر به باور من بحث بالای این که ما خانه های امن داشته باشیم یا نداشته باشیم یک بحث خیلی سطحی است، اما به باور من این است که در هر کشوری پس از منازعه مانند افغانستان، کشورهای شرق اروپا، کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای لاتین، در تمامی کشورها ساختارهایی وجود داره برای حمایت حقوق زنان که افغانستان بدون شک از این هم مستثنا بوده نمیتونه. ما برای حمایت حقوق از زنان چی خانه های امن و چی دیگه ساختارها نیازمند هستیم. فکر کنین خانم میگن که من از پامیر اومدم اینجا فعالیت دارم و به عنوان فعال زن، اگر اینا مورد خشونت قرار بگیرن کی از اینا حمایت کنه؟ یک چنین ساختاری وجود داشته باشه که حالا نام ایره ما اگر خانه امن میگذاریم یا A یا B یا C هر چی میگذاریم مهم نیست. مهم این است که ما ساختار داشته باشیم برای حمایت حقوق خانم‌ها. مهم این است که ما ساختار داشته باشیم برای حمایت حقوق اطفال و ساختار داشته باشیم برای حمایت حقوق علما. از این نقطه نظر نفس و ماهیت ساختار ما فکر میکنیم از نظر قوانین بین‌المللی و از نظر قوانین داخلی مشکل نداره، اما این که ما چه تعبیری از خانه‌های امن داریم، چه تعبیری از پانتون داریم و چه تعبیری از مکاتب داریم در محلات خود، این یک بحث جداگانه است و یک بحث کاملا فردی است و بحث باورمندی است که ایشان چی نظر دارن، جناب مولانا صاحب چی نظر دارن و من چی نظر دارم. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم و ما این نتیجه میگیریم که بحث خانه‌های امن یک بحثی نیست که در مخالفت با شریعت باشه، یک بحثی نیست که در مخالفت با سنت‌های ما وجود داشته باشه، یک بحثی این است که حمایت از حقوق اقلیت‌ها هست که در طول تاریخ مورد تهاجم بودند و در طول تاریخ آسیب پذیر بودند. اما سوال و نگرانی این که خانه‌های امن چگونه نگهداری میشوند و چطور ما در واقع اشراف داشته باشیم و چگونگی در واقع تعاملات در داخل خانه های امن، ما فکر میکنیم زیاد به ما بر نمیگرده. یک مسئله ایست که باید دولت در این قسمت تصمیم بگیره با چی روی کرده و با چی میکانیزم بیشتر نظارت داشته باشه. از این نقطه نظر وجود خانه های امن که ایشان موافق هستن یا مخالف هستن، ما فکر میکنیم یک بحث زیاد جدی نیست. بحث جدی این است که ما چطور ساختارهای نیازمند و ساختارمند داشته باشیم که تا از حقوق زنان که واقعا آسیب پذیر هستن و مورد خشونت هستن هم به شکل حمایتی باید وجود داشته باشه. من فکر میکنم بحث اساسی این است و در این نقطه باید هم دولت، هم نهادها و هم جامعه مدنی باید به اجماع نظر داشته باشن که ساختارهای قدرتمند برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها باید وجود داشته باشه. با توجه به مشکلاتی که شما به او اشاره میکنین آقای بهودری و از ساختار صحبت میکنین که باید یک ساختار هدفمند باید اینجا داشته باشه و صورت بگیره، فکر میکنین که راهکار چی باید باشه؟ ببین بیشتر در مورد مشکلات صحبت کردیم، در مورد چالش‌ها هم صحبت کردیم، ببین در مورد راهکارها هم صحبت بکنیم. یعنی از دید شما راهکار چی میتونه باشه از دید یک راهکار حقوقی که باید برای این مسئله وجود داشته باشه؟ خب ما فکر میکنیم بیشترین مشکلی که در ماهیت مسئله وجود داره در افغانستان است که ما پس از در واقع استقرار دولت جدید در افغانستان تمامی رویکردهای که ما باید کار میکردیم برای دولت سازی بیشتر پروژوی بود. ماهیت خانه های امن که در حال حاضر با نقد مواجه هستن امین است که بیشتر پروژوی برخورد کردن و ما فکر میکنیم که اگر ما از
فرضیه این که ما تنها قضایا را گزارش بدیم به دونرها و سال بعد ما یک پروژه کلانتر را دریافت کنیم که چند ولایت و چند ولسوال تحت پوشش قرار داده باشه، این ما فکر میکنیم که اصل مسئله نیست و این نمیتونه که به مشکل بپردازه. اصل مسئله این است که ما خانه های امن یا هر خانه دیگر یا هر جای دیگر برای حمایت از حقوق زنها بیایم ساختارمند کنیم و استراتژیک بسازیم. به این معنی است که وقتی اگر یک خانم با خشونت مواجه میشه و به خانه های امن معرفی میشه، آیا پلان این را داریم که ما این را دوباره برگردانیم به خانه و مورد قتل صورت نگیره؟ در صورت بازنگشتاندن فامیل یا خانم به خانواده، ما چی برنامه های برای در حقیقت بازگشتاندن این به شکل مسالمت‌آمیز به جامعه داریم یا نه؟ آیا تحصیلات چه میتوانه پیش بره؟ آیا میتوانه به عنوان یک زن مستقل وارد کارزار و کسب و کار شد یا خیر؟ یک چنین چیزی وجود نداره. بیشتر برنامه هایی که در طول چند سال ساخته شده متاسفانه برنامه های در قالب اینجوا بوده و وزارت امور زنان بیشتر از این که خودش به شکل متداوم بالای خانه های امن و یا هر خانه دیگر فکر کنه، تنها گزارشات گرفته و بدون را ارسال کرده. من فکر میکنیم که یک چنین روی کرد کارساز نیست. میتونه ما راهکارهای جدیدی را در قالب نهادهای تحصیلاتی در افغانستان ایجاد کنیم که این نهادهای تحصیلاتی بیشتر مسائل آموزش و پرورش مورد بحث قرار بدن و خانمها را بیشتر به شکل عقلانی و جامعه بازگردانند. یک مسئله که خانم رحمانی و آقای حقانی هم به او اشاره کردن، مسئله که باید یک هیئت ایجاد شود و در رأس از او هیئت باید عالمان دین، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و حتی از بعضی از حقوق دانان هم در او اشراک داشته باشند. خیلی از خانه های امن چای است که خانواده او مسئول هستند و خیلی هم دوست ندارن که مشکلات که در زندگی دارن بر خیلی این مشکلات آفتابی شود و خیلی ها این مشکلات رونما شود. فکر میکنید که نیاز باشه به چنین هیئتی عزیز شما؟ من فکر میکنم که با توجه به ساختارهای حقوقی چی در سطح کلان بین المللی و چی در ساختارهای حقوقی ملی، بحث فامیلی و مشکلات شخصی خیلی مسئله حساس است و فکر میکنم که ایجاد هر نوع هیئتی را که ایشان میفرمایند که باید ایجاد شود و نظارت کنند باعث ظهور مشکلات بیشتر میشه و مسئله حریم خصوصی که مربوط به خانم ها می شود یا ممکن است در بعض در برخی از موارد مربوط به آقایان می شود بیشتر در واقع مناقض حریم خصوصی افراد خواهد شد و ما فکر میکنیم که زنان بیشتر آسیب پذیر خواهند بود یا در برخی از موارد ممکن است کسانی که زیر سن هستند در صورت افشای اسم اونها، در صورت افشای تصویر اونها در رسانه ها به مراتب اونها متضرر می شود نسبت به این که اونها دوباره به جامعه بازگردانده شوند. از این نقطه نظر تداخل چند نهادی نسبت به خانه های امن و یا هر جای دیگری که دوستا فکر میکنن، ممکن است محبس یا ناصیه را فکر کنین شما یا هر جای دیگری را، و فکر میکنم به هر اندازه‌ای که نهادهای بیشتر تداخل بکنن به اون اندازه بیشتر ما فکر میکنیم که یک مکانیزم نظارتی که بیشتر بازدهی داشته باشه نخواهد بود تا اینکه بیشتر افشا، اگر در صورتی که ممکن است شما باز اگر ممکنه سوال کنید که پس حق دسترسی به اطلاعات چی میشه؟ بس حق دسترسی به اطلاعات باز برمیگرده به مسئله حق حریم خصوصی که باید حق حریم خصوصی نباید هیچگاه و در هیچ موردی از جانب رسانه و از جانب هر فرد دیگری ما افشا شود و یک حق کاملا مربوط به فرد میشه. تا زمانی که اجازه فرد نباشه هیچ کسی نمیتواند به شمول دولت او را افشا کنه. سپاسگزارم از شما آقای بهادری. آقای حقانی، با توجه به صحبتایی که آقای بهادری هم داشتن در مورد حق فردی هر شخصی که باید مسئول باشه و هیچ کسی هم حق نداره که در حریم خصوصی کسی مداخله بکنه، که صحبتای شما رو میتونم داشته باشه و در یک بحثی که خانم رحمانی داشتن و اشاره کردن که علما هم تا جای کم کار بودن و نتونستن اون وظیفه شان را انجام بدن و به صورت درست اطلاع رسانی بکنن و آگاهی دهی بکنن که مردم بیشتر از حقوقشان آگاه شون. من بیشتر خدمت عرض کردم که امروز در افغانستان بدبختانه مردمی است که همیشه دین ستیز هستند، با دین تجاوز میکنند، دین مورد هدف قرار میگیرند.
من جمله خودت هستی که بار بار تکرار میکنی. ولا ما گوش گوش بگی نیست آقای حقانی، بحثی است که اگر بیستون بحث نمیشه گوش بگی سیتیزی باشه شما اینجا حضور نمیتونستید داشته باشید. گوش بگی تو علی بحث دین نیست. جواب گوش بگی، جواب گوش بگی. اینجا بحث دین ما در مورد صحبت نداشتم آقای حقانی، بحث فرد بوده که ما در مورد صحبت داشتیم و بحث دینی. ما امروز تو یک بار قبلا هم دیم میشتیم با امروز صحبت کردیم. هر وقت که اشاره میکنی طرف علما میکنی، گوش بگی، گوش بگی، جواب گوش بگی. شما هم گوش بکنین که جواب سوال کردین، شما سوال کردین مرا در جواب بدین. دینی زمانی که صورت میگیره، شما سوال کردین حق ما است که ما جواب بدیم. برمیگرده آقای حقانی، بیشتر و زمانی که اشاره علما میشه، چون بیشتر برای علما حساب میشه و این علما هستن که باید در جامعه علما جوابگو باشن. تو از علما چی خبر هستی؟ تو از علما چی خبر هستی؟ شما میپرسین شما جواب بدین که چی خبر؟ تو جواب گوش بگینی، تو جواب گوش نمیگینی. تو جواب گوش نمیگینی. بفرمایید میشنویم از شما. وقتی فرخنده کشته شد، به روز اولش علمای کابل در مسجد جامع ادگاه جمع شد که خودم درش بودم، شورای ولایتی و کلا همه ایشان جمع بودن. ما اعلامیه خود پخش کردیم، متصل شفتیم در خانش. تو معلومات داری از علما؟ بله. نداری؟ چطور بسر علما؟ چطور بسر علما نکته تا میگیری؟ ما بارها خبرش از طریق رسانه نشر کردیم. گوش بگی. وقتی خانش از شما آگاه وقتی در غور واقعا صورت گرفت که زن سنگسار کرد، اولین نفر ما بودیم که او را مراد کرد که ما محکمه صحرایی را قبول نداریم و بر ضد اینها هستیم. چرا دوجه حمایت علما را تو نکردی که علی سر علما نقطه ضعف میگیری؟ نقطه ضعف گوش بگی آقای حقانی، خب ما از علما حمایت میکنیم و در چنین برنامه دعوت میکنیم و صحبتایشون نمی داشته باشیم. تو گوش بگی، من پیشتر برای گفتم که من پیشتر 50 تقدیرنامه دارم از وزارت امور زنان، از حقوقهای نهادهای حقوق بشر و جندر و غیره و غیره. اما همون روزی که پروگرام خلاص شده تا به امروز نه صدایش نشنیدیم، تلفن خودم خاموش کرده. علما مسئولیتش چی است؟ رساندن دین به گوش ملت. بله. هر روز هر جمعه صدا میکنن از یک منبر، از یک مسجد. 160,000 مساجد ما در افغانستان داریم. برای ما ثابت که یک رسانه ثابت کنه که او یک عالم خسته باشه به ضد زن تقریر کرده باشه و مردم تشویق کرده باشه که شما خشونت علیه زنان بکنین. 160,000 مساجد، یک زن، یک عالمه در تمام افغانستان ثابت بکو که در خانه از او حقوقش پایمال شده باشه. این حقوق دموکرات ها هستند که پایمال میکنن، که به نام دموکرات آمدن. برین بهترین حقوقی را که امروز دین برای کس داده، او حقوق کسی که دین داشته باشه، آموزش داشته باشه، کسی که تعلیم کرده باشه، او هرگز سر ناموس خود، سر خواهر خود، سر خواهرزاده خود تجاوز نمیکنه. بازم چه برمیگرده به اینکه بس دین ستیزی نیست آقای حقانی. زمانی که ما اشاره میکنیم به علما و بیشتر انگشت ما طرف علما هست، بس این است که باورمندی بیشتر به علما هست. خدمات علما که خدمات را انجام داده، او کلش پنهان است. او کلش پنهان است. اگر یک نیکتایی و پتلون میپوشید در سر جاده میبرامد، خدا نخواسته، خدا نخواسته بسیار اگر عمل زشت و بد انجام میداد، در وقت باز خوب مردم بودن. امروز ما برات گفتم که بهترین در هر عرصه با وزارت امور زنان ما همکار بودیم، ولیکن تا به امروز در کدام روز علما را دعوت کرده بیان همراه ما همکار شد. 6 سال میشه که من در کابل امامت دارم، یک روز از ما سوال نکرده که امروز ما با شما خطبه میتیم درباره حقوق زن شما چیز بکنیم، صحبت بکنید. ولیکن از طرف ریاست مساجد، وزارت ارشاد، حج و اوقاف داده میشه، آنها دعوت میکنن. ما شما رو بارها دعوت کردیم که در مورد حقوق زنان صحبت بکنید. گوش بگید. همچنان وزارت ارشاد، حج و اوقاف هر هفته به تلویزیون ها به همراهشان قرارداد دارن که شما در این هفته در این مساجد امی کلی رسانه ها روان میکنن، یکشان هم نمیره. ما که مخالف خانه امن هستیم، به این خاطر هستیم قاضی میتونه، قاضی که تمام ما شما که مریض شیم پیش دکتر میریم، یعنی تمام رازهای پوشیده ما پیش دکتر میگیم یا نمیگیم؟ قاضی هم همین قسمه است. امروز با ماها ماها دوسیه های زنا در خانه امن افتیدگی کس پرشانش نمیکنه، چطور ما او را حمایت کنیم؟ و ایره مخالف شویم که یک کمیسون ساخته شود که بخاطر امن آنها، بخاطر عزت آنها، بخاطر آبروی آنها، کسایی که متضرر میشه با آنها دروازه باز شود، او را مخالفت میکنیم. دین سیاسی سفید است. سی ما خو به خاطر او دخترایی که متضرر میشن، ما یه گفه که میداریم حقوق فردی محفوظ است، حریم خصوصی محفوظ است، محفوظ است، پیش دکتر محفوظ است، پیش دکتر هم نرینی او حقوق خودش است.
حال شما پیش قاضی نروین، ژورنالیست‌ها باشن، فعالان حقوق مدنی باشن، از هر نفر به این معنا نیست، این به این گوش بگی مکانیزم دار از خود، این به این معنا نیست که او چیزی که او میگه او کلش بگه رازش افشا شوه، بلکه او خانه‌هایی که نقطه ضعف داره متضرر میشه بیشتر، به دیگر مردم، دیگر زنها و خواهرایی که با آنها رایشان بند میشه آنها باید بررسی شوه، او گپاس بین برود بر اینها یک راه باش شوه که آنها واقعا ایره بوی که ما از خانه فرار میکنم در امن میشم. امروز نقطه ضعف دیجا است که ما مخالف شستیم، به این خاطر مخالف شستیم که او زن در امن نیست. تو خود اشاره کردی که در ولایت دوردست که در اوج به تعلیم و به هیچ چیز دسترسی نداره یک زن، و چه قسم از خانه فرار کنه برای که اوج ما امن نستن؟ و شما چقدر آمار دارین زنانی که در خانه های امن هستن امنیتشان در خطر است؟ ما بیشتر برات گفتم که ما هر روز قضایایی داریم درباره حقوق زن که ما حل میکنیم. خانه امن مشخصه میگن که چقدر آمار در مساجد ما میه، در دفترهای ما میه، موضوعات پیش ما اومده. از خانه امن تا حالا اومده آقای حقانی؟ اومده. ما گفتیم خانه امن. خب نام بگیرین، بگوین زمانی که شما اشاره میکنین و انتقاد میکنین، خب بفرمایید برنامه هست و بگین که از کدام خانه امن اومدن شما. حقوق یک فردی است. این حق حقوق فردی از اوست که ما نام ازوره در خانه بگیرین. زمانی که از حقوق فردی صحبت مناسب نشد. حداقل خانه امن بگوین آقای حقانی که به نام خانه امن ایجاد شده. ما قضایشان اومده. دختری که 35 سال سن داشت و تا 35 سال 11 سال میشه که من میگم مکتب معلم هستم، در 11 سال من 1000 پر صاحبش نیستم. برادرای ما پیش میخوره و کسی که خواستگار میه مرا نمیمانه. آیا ما به فلان فرد فرار بکنم ای برای ما جواز داره یا نداره؟ به این حد آمده اون ما نجات داده، اون ما نجات داده از خانه امن آمده آقای حقانی پیش اون ما نجات خانه امن نمیگم، از خانه امن نمیگم، درباره حقوق زن میگم که ما اون نجات دادیم. دیگر طفل 13 ساله ازدواج کرده، دو ماه بعد آمده که ما جدا میشیم. طرف طفل 13 ساله دختر میبینی، طرف از اون دلت پاره پاره میشه. آقای اقانی مشخصا بحث ما سر خانه های امن است. خانه هایی که شما شما اگر خانه امن امن گوش بگی، اگر خانه امن امن میبود این دختری که 35 سال سن میداشت این میرفت اوجا فرار میکرد. اگر خانه امن امن میبود این طفل 13 ساله اوجا میرفت مسئول میشد. امروز بسطها قضیه در شهر کابل میشه، یک شرم در خانه امن نمیاد. مشخصا یک آمار اگه میشه ارائه بکنین در حفظ نیستن که از کدام خانه امن شما آگاه هستین که امن نبودن؟ آمار دارین؟ آیا از این معلومات شما ندارین؟ نه شما آمار دارین بگین که مردم هم بفهمن. آمار ما که برات گفتم، چرا این مردم به اوج مراجعه نمیکنن؟ خب اونا شاید آگاهی نداشته باشن از این خانه. آگاهی چطور ندارن؟ رسانه شما آگاهی دارن. حل مشکلشان به نهادهای مختلف مراجعه کنن. عالی ملت افغانستان و قسم خواب برده نیست، از هر چیز آگاه هستن. اگر به تو دروازش معلوم نیست، به فرد فرد دروازش معلوم است. چرا معلوم نیست؟ چرا ده حوزه مراجعه نمیکنن دادگاه؟ آنها میبریشون مستقیم اوجه نماینده دارن حقوق زن ششتن قانونی خب میبرمیگرده به خود خواست به نهادهای مختلف مراجعه میکنن آقای حقانی و یکشم به علما هست که اختیار دارن که مراجعه بکنن. علما در هر عرصه نی مخالف حقوق زن هستن، به امرایشان همکاری کرده، ولی کنی که رسانه ها و مردم دین ستیز امرایشان دین ستیزی میکنه سرشان یا جامعه مدنی میخیزن به نام یک کسی که یک کاری انجام بده لونگی سفید سر کرد میگه می ملا است کل ملا می تیاگ رنگ. فکر نمی کنین که حضور شما در امی جا و صحبت های شما در امی برنامه نمایانگر از این است که رسانه ها دین ستیز نیستن و بلکه علما را در کنار خوشان دارن که بیان حرفاشون را بزنن و ما به مردم حرفاشون را برسانن؟ ما فکر می کنیم، ما پیشتر به دوستای خود گفتم وقتی که ما در رسانه های خارجی میریم ما بسیار به امن میریم، بسیار خود به سکونت، بسیار خود مسئول فکر می کنم، مثل تلویزیون آشنا میرم، رادیو آزادی میرم، با بسیار با اعصاب نرمال و بحث میکنم، ولیکن در رسانه های داخلی افغانستان که ما میدارم به حد توهین میشم که دلم سیام میشه که دیگه در رسانه نبیم، به این حد ما توهین میشم. ما گفتم که ده 15 دقیقه مرا زنگ میزنه رسانه خارجی، من ده 15 دقیقه خودم میرسانم و هیچ وقت انکارم نکردیم. اما رسانه های داخلی ما که اینها به اصطلاح بگیم که رسانه‌های داخلی بیشتر بپردازن به ابعاد مختلف و مشکلات که مشکلات هم در افغانستان خیلی زیاد است. مشکلات خارجی هم رسانه‌های خارجی بیشتر بررسی میکنن، بیشتر به طریقه احسن میکنن. رسانه‌های داخلی ما شما که اصلا دین ستیزی میکنن سری چیز، یک عالمی را که خاص او را زیر چیز خود قرار میده که سر از چه قسم ما
ایر توهین کنیم چه قسمی را دین ما بس توهین نیست آقای حقانی، بس اینجاست که علما بیشتر در بین مردم بودن، محترم بودن و مردم انتظار بیشتر از علما دارن. یعنی از این لحاظ است که بیشتر بالای علما انتقاد میشن که در جامعه در اسلامی در چرا اینا بیشتر در 34 ولایت افغانستان در کدام جای علما در جدی حقوق زن تقریر کردن؟ کدام جای مردم دعوت کرده که برای خانه امن بیران کنین یا زنها را بگین بکشین؟ آیا ثبوت نیست؟ علما خانه کرده که شما علما رو میگین که علما علما رسالت خود انجام ندادن. علما چه قسم رسالت خود انجام ندادن؟ نماز جمعه را برات ندادن، قرآن را برات نخوندن، تعلیم دین برات نشان ندادن. اگر یک ثبوت کنین که از یک مسجد که گفته در گوشه و کنار ولایت های ناام سنگسار میشن، آیا فتوای یک عالم نبوده آقای حقانی؟ نه فتوای عالم نبوده، نام عالم نبوده که اومده فتوا داده. نه اینو من قبول ندارم، اینو من قبول ندارم. هر کس که لونگی سفید سر که تو برش عالم میگی، اینی درک بحث جدا سقای اینی درک شما برمیگرده به وزارت سفید سرکن او عالم شد و کسی که سپاسگزارم از شما وقت تمام خارجی آمدند استخدام شدند ملت افغانستان رو میکشن تو رخت عالم مقایسه میکنی؟ این درک طار است. سپاسگزارم از شما آقای حقانی، به شما برمیگردیم. خانم رحمانی، بیشتر بین برای حل بپردازیم. در بیشتری از خانه های امن گفته میشه که بسیار هزینه زیاد و پول بسیار زیاد مصرف میشه و فعالیتاش هم بسیار گفته میشه که حقوقی هستن. چرا شما یک ابتکار نداشتین که امی مشکلات حقوقی زنها را از طریق نهادهای خودتان حل بکنین؟ ما از طریق پیشتر هم در بحث خود گفتم که ما بیشتر کوشش کردیم که ببینین در 3000 قضیه مستقیم و 2600 قضیه غیر مستقیم، ما 4 قضیه و خانه های امن مراجعه شده. او هم از دلیلش ای بوده که آخرین گزینه ما بوده رفتن به خانه های امن. به خاطر چی؟ زن مثلا پدر نداشته، مادر نداشته. ببینید من مخالف چیز نیستم، خانه های امن نیستم، مثل که پرورشگاه ما داریم در افغانستان، پرورشگاه ها برای یتیمات. ما یتیمایی که مادر پدر ندارن از روی سرک بیوز ازی که فردا در روی سرک بار دوش جامعه شوند، از این که درس بیافن، درس آموزش و این چیزها کسب کنن و تعلیم و پرورش بیافن، به این خاطر پرورشگاه ها را آمدیم ایجاد کردیم. نی؟ اینو ایجاد خانه های امن هم اگر همچون یک مکان آموزشی باشه برای خانه بر خانم ها، من حیث یک فعال مدنی حمایت میکنم، حمایت هم کردیم. من مخالف خانه های امن نیستم، ولی مخالف در روند کارکردشان هستم. من پیشتر شما بحث مرا فکر کنم توریدگی فکر کردین. من هدف ما از ایجاد هیئت در چیز کسایی که برن باید نظارت کنن، هیئت نظارت بود، نه هیئتی که باید افشاگری بکنه. هیئت نظارت در هر ارگان وجود داره، هر ارگان باید تحت نظارت، حتی در خانواده اگر کنترل وجود داره. خانم رحمانی، در خانواده مستقل حقوق بشر است، وزارت زنان هست، وزارت میکنن از روندش. چرا دو ارگان؟ آیا ما وزارت عدلیه را نداریم؟ نه نه، ببینید اینجا موضوع داخل افغانستان که میشه برمیخوره به نهاد دولتی، برمیخوره به نهاد دولتی. هر حتی مؤسسه انجوهایی که میاین من حیث یک نهاد، ما که من حیث یک نهاد میایم کار میکنیم، یک نهاد کوچکم که میایه ایجاد میشه، باید جواز وزارت عدلیه را داشته باشه، جواز وزارت اقتصاد را داشته باشه و تحت نظارت دولت باید کار کنه، در حالی که او فقط یک پروژه کوچک میگیره به خاطر چهار مثلا مفاد مالیش کار میکنه. اگر مشخصا خیلی کوتاه وقت تمام از خانم رحمانی خیلی خلاصه شورا بکنیم که راه حل چی است و چی کار باید صورت بگیره؟ راه حل همین است که دولت باید مستقیم نظارت داشته باشه. من نمیگم که نظارت رسانه ها به این معنا باشه که برن افشاگری کنن، در رسانه ها پخش و حریم خصوصی یک آدم بر هم بخوره، ولی نظارت باید داشته باشن. خودت که در نمایندگی از رسانه میری در اونجا نظارت میکنی، میبری 4 نفر از رسانه های دیگر میتونی تبلیغ کنی که مکان امن بود، مشکل وجود نداشت در اونجا. امی است که باورمندی مردم به خانه های امن بیشتر میشه و ما میتونیم جلوگیری کنیم از اینکه یک دختری که 3 سال یا 2 سال در خانه های امن بسر میبره، بعد از اینکه میبره دوباره به قتل نرسه توسط فامیلش. به خاطر چی؟ در جامعه سنتی که مردم دخترشان به مکتب نمیمانند، وقتی میره با از یک طرف لطمه وارد میشه بر خانواده که دختر فرار کرده، باز میره در خانه امن 2 سال میباشه بدون از اینکه آموزش بیافم، بدون از اینکه یک کادر تربیه شوه، یک وظیفه پیدا کنه، خیلی کوتاه شده برمیگرده به مو مکان
در اون مکان یک نوع بر از اونا بار دوش است و کسی است که برشان لکه بدنامی شده. به این خاطر خانه های امن امروز مکانی است که نام بسیار بد رکمایی کرده و این هم یا که این شایعات بوده و این شایعات فقط اینمی حیات میتونه چیز کنه، مثلا نهادهای مدنی نمایندهشان میتونه به نهادهای مدنی تبلیغ کنن، مردم دقات مردم پخش کنن تا یک روند را ما ایجاد کنیم که بتانیم به خانه های امن مردم اعتماد کنن، فامیلا اعتماد کنن در وقتی که اتر یک خشونت ها صورت میگیره مکان امن باشه بر زنان. سپاسگزارم از حضور شما و سپاسگزارم از حضور تحت مهمانانی که در برنامه امشب نیمه خاموش با ما حضور داشتن و ای کاش که خانم نادیه فیضی از وزارت امور زنان هم تشریف می داشتن و سوالاتی که مربوط به اونها میشد به اونها پاسخ میدادن. از امروی شما هم سپاسگزاریم. تا برنامه بعد خداوند نگهدارتون.